جناب زن، شما فرمودین که جشن آبانگاه و بله این، من میخواستم که الان ببخشید اگر خسته شدید، ولی خواستم که حالا این رو هم یه سوال بکنم و بعد جمع‌بندی کنم و دیگه خداحافظی کنیم تا برای برنامه بعدی. میشه که مثل اینکه دیروز اگر اشتباه نکنم یا در دو سه روز گذشته بوده یه همچین جشنی، میشه که ما رو آگاه کنید در مورد این؟ چون تا اونجایی که من میدونم یه سفره بوده و در داخل سفره چیزهای متعددی میذاشتن که هر کدوم مثل هفت سین ما داره یک مفهوم و یک معنایی داشته و بسیار احترام میذاشتن به این، ولی ما الان اصلا همچین چیزی رو نداریم. یعنی اصلا تازه به گوش منم تا حتی مثلا بارها شنیده بودم ولی فقط از کنارش رد شده بودم، ولی الان که دارم شروع میکنم مثلا الان واقعا باید خیلی خوشحال باشم و به خاطر اینکه این پرژین اوارد و جوایز پارسی با این کاری که داره میکنه همه رو سر ذوق آورده، من جمله خود من، البته من نباید تعریف بکنم، مثلا من همیشه هی دارم دائم هی پرسجو میکنم، دارم میخونم، دارم آگاه میشم از خیلی چیزا، در صورتی که قبلا اصلا برام فقط میومد به گوشم میخورد رد میشدم از کنارش، ولی الان خیلی مشتاقم تا یا این سفره هفت سفره ای که هست با رنگ آبی که گفتن زیرش پهن میشه، این مفهومش چیه؟ چیزهایی که داخلش میذارن مفهومش چیه؟ ببینید، میخوام اینو خدمتتون عرض بکنم. در کشوری کم آبی مثل ایران آب بسیار مهم بود. اینم خدمتتون عرض کنم که ما ایرانی ها هفت روز هفته نداشتیم، 30 روز، ماه ما 30 روز بود و هر روز به نام یکی از ایزدان نامگذاری میشد. یعنی از فروردین وهران شروع میشد، فروردین، اردیبهشت، یعنی در واقع هر روزی که با هر ماه. ببینید ما امروز این 12 ماهی که داریم، فروردین، اردیبهشت، خرداد، الی اسفند، اینا ماه های اوستایی هستند، تقویم اوستاییه. یعنی شما هر روزی که هم نام میشد با روز اون ماه ایرانی ها جشن میگرفتن، یعنی مهر روز از مهر ماه، بله، آبان روز از آبان ماه، آذر روز، هر روزی که با ماه یکی میشد این رو جشن میگرفتن. اما مهمترین جشنای ما اونایی بود که در رابطه با آب بود، آب و آتش، مثل تیرگان و مثل آبان. این که سفره آبانگان آبی رنگه به رنگ آبه و ظرف آبی که ایرانی ها چه در سفره مهرگان چه در سفره نوروز هفت‌سین ظرف آب که میذاشتن، که اینا معمولا از نزدیکترین چشمه های نزدیک خانه ها میابردن، این آب رو میذاشتن سر اون سفره. بعد از اینکه این مراسم تمام میشد، برگی از درخت سرو رو میزدن توی این آب میپاشیدن و فکر میکردن با این کارشون باعث بارندگی میشه، باعث فرو ریختن باران از آسمان میشه. یا مثلا شما در جشن مهرگان، سمبل جشن مهرگان اناره، خب جشن برداشت محصول مهرگان از دهم شروع میشد، 16 به پایان میرسید. مثل نوروز، نوروز از اولش، نوروز عامه است، یکم، هفتم نوروز به پایان میرسید، نوروز خاصه بود، یعنی روزی بود که شاه بارعام میداد به عموم که بیان که اون جشن رسمی رو برگزار بکنن. بنابراین ما همیشه تو این جشنهای بزرگمون یک روز اول داریم و روز هفتم. بین اینها سفره هفت سین رو مثلا امروز مردم ببینید، ما اصلا چیزی تحت عنوان هفت سین نداریم. سفره شکرگزاری به درگاه اهورامزدا داریم. بنابراین شما هنوز به روستاهای ایران که برید میبینید سنت ها باقی مونده. این هفت سین جور کردن از اواخر دوره قاجار شکل گرفت. اگر نه شما خودتون تصور کنید، مگر در روز نوروز در تمام جاهای ایران سنبل گیر میاد؟ مگر در زمان گذشته همه جای ایران شب عید سیب وجود داشت؟ از اینا. اما اون چیزایی که ما در سفره هفت سین داریم، اون چیزای اصلی، هیچ کدوم نام سین بر خودشون ندارن. مثل تخم مرغ که چیز اصلیه، مثل آب که جز اصلی ها هست، یعنی جز اون چیزایی که واجبات میذارن بدونی که بدونن، مثل شیرینی که سر هفت سین میذارن، مثل نارنج که سر هفت سین میذارن. نارنج مال شب، یعنی وجود داره، همه جا وجود داره. بنابراین میخوام اینو خدمتون بگم، این سفره شکرگزاری، هر آنچه که شما میخورید برای شکرگزاری میذارید سر سفره، از نان و پنیر
و اینا. حالا امروز دنبال این میگردن سمنو پیدا کنن، سرکه پیدا بکنن. نه، هیچگاه سرکه بر سر سفره هفت‌سین نبود. بعضی ها اومدن گفتن نه شراب میذاشتن پس هفت‌سین بود. نه، اونم نبود. بله من این مطلب رو شنیده بودم. این چیه؟ شراب، ببینید شراب جزی از شراب جزی از سفره های برای تمام سفره ها، یعنی برای سفره مهرگان، برای آبانگان، برای نوروز همیشه شراب بر سر سفره. بله. این که در دوره اسلامی به جای اون سرکه گذاشتن چون منع شراب بود. بله. نه به عنوان یک سین. اما چون نمیتونستن شراب رو بذارن، شراب که اصلا اینو خدمتتون عرض بکنم در تمام تاریخ ایران حتی این 1400 ساله اسلامی از خلفای بغداد که امیرالمومنین نابودن، یعنی خلفای عباسی و عمری، همه شراب خاره بودن، آب پاک بریزن رو دستن، تا تمام سلاطین ادوار. مگه در بعضی از برهه های تاریخی مثلا یک دهه شراب منع شد؟ اگر نه همیشه شراب خانه ها باز و در دوره صفویه به وفور ما در واقع سر به میکده ها رو داریم و هر کس بره به میکده باید کف دستش رو مهر کنن که شب اساس نگیرتش، برای که قانونی شراب خورده باشه. بنابراین هیچ وقت منع نشده. و خیلی جالبه که شاردن که یه فرانسویه میگه من هیچ کس رو ندیدم که مثل ایرانی ها شراب بنوشن، همش مدهوشن. به هر حال یعنی منظورم اینه که سر سفره ها این بود، ولی هفت‌سین و هفت‌شین یک در واقع برداشت غلط هست از خان نوروزی. اسمش خان نوروزیه، اسمش خان آبانگانه، اسمش خان مهرگانه.